دو، من میخواستم شما چون هم بیان خوبی دارید هم طورت دادا خوبه، دیشب من سخنان شاهزاده رو گوش میکردم، از من تو خواستم که سپاسگزارم که من دعوت کردید. چرا شما خودتو شخصا میگم آقای شمیرانی شاهزاده رو به دلده آقای وطنخواه گفتید، گفتید این تلویزیون در اختیار شاهزاده است، شما هم دعوت کنید این آرزو تو دل ما نمانه، آرزوی جناب نیکونهار، جناب دوست عزیز، هموطن، 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 گوش میدید عزیزم، عزیزم، گوش بدید به حرفم، با سپاس از شما. 8 ماه پیش این کار کردم، 2 ماه هم پاش وایستادم، نامه فرستادم برای ایشون که این رسانه در خدمت شماست، تشریف بیارید اگر مایل هستید، ولی این رسانه براندازه، این رسانه طرح و برنامه میده، این رسانه از مردم میخواد بیاد بیرون، این رسانه به صورت مشخص راجع به براندازی حکومت اسلامی صحبت میکنه و از همه خواستیم شمشیرشون هم از رو ببندن. خودشون هم داره نگاه میکنه، همه برنامه رو تا اونجا که بتونن نگاه میکنن، کاری ندارن، کارشون سیاسته، هیچ کار دیگه‌ای به غیر از این ندارن، کاری سیاسته، باید وظیفه‌اش این هستش که اینا رو نگاه بکنه، پس نمیتونم بگم بی اطلاع هستیم. ولی پاسخ نبود. من تمام سعی تلاشامو کردم، سالها با ایشون در ارتباط بودم، سالها همکاری کردم، حدود 1 سال پیش از ایشون دعوت کردم در لس آنجلس، مجلسی به راه انداختم به همراه دوستانم و تقدیر کردیم از ایشون، با حتی همیاری شد، افرادی که اومده بودن اونجا نفری حتی 1000 دلار پرداختن برای اینکه ایشون رو ببینن، با ایشون شامی بخورن. من آنچرا که در دستم بود تا چند ماه پیش انجام دادم برای ایشون، برای دفتر ایشون، که سهم خودم رو بپردازم از آنچه که به عنوان یک برادر، من به ایشون به عنوان یک پادشاه نگاه نمی کنم، به عنوان یک برادر نگاه می کنم، قسمی که خورده بودم آقا این برادر پشتت هستم و تا به امروز هم این کارو کردم. اما میتونه نظریات دو تا برادر با هم متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میبینم از دیدگاه من ایشون راهشون درست نیست، من راهم رو جدا کردم. چرا؟ من هیچ رسانه‌ای رو ندیدم این مقدار مثل رسانه ایران آریایی برای ایشون وقت بگذاره حقیقتاً. و وقتی که میبینم بیمهری از طرف ایشون میشه به این رسانه، منو به این نتیجه میرسونه که من خطم رو باید از راه نادرست جدا کنم. حال چه کسانی مسئول هستن، مسئول دفتر ایشون، مسئول کارهای ایشون بماند، انتخاب ایشون هست که اون افراد اونجا هستن. اینه میمونه که مثلا من نمیتونم بیام وقتی یک حرکت نادرستی از طرف من ببینید باید بگید آقا این افراد چی هم؟ انتخاب من هستش اون افراد اونجا، ولی اون افراد اونجا نخواهند بود که، از دیوار و در و دیوار که افراد نمیریزه اونجا، انتخاب ایشون هست، افرادی که انتخاب کردن، استراتژی ایشون رو باهاشون میشنن صحبت میکنن، اون رو ترجیح دادن. و من واقعا افسوس میخورم بر سر این مسئله که وقتی که ایشون با تلویزیون من و تو گفتگو میکنه و در انتها برمیگردن میگن که من تا حالا همچین فرصتی نداشتم. خیر، این حرف نادرسته، این حرف اشتباهه، ایشون همیشه این رسانه رو داشته ولی هیچ موقع استفاده نکرده. پربیننده ترین رسانه براندازی که خط مسلط رو برده جلو و گفته آقا من شمشیرم از رو میبندم، حال شما میخوای خوشت بیاد میخواد بدت بیاد. ببینید، من مستقیما خطم رو از ایشون جدا کردم به صورت مشخص، به دفتر ایشون رفقا هم گفتم، چون برای من ایران مطرحه عزیزانم، ایرانم برای من مطرحه، شخص مطرح نیست. من سعی میکنم، تلاش میکنم همیشه، چون بارها خدمتتون عرض کردم، بذارید من اینو براتون توضیح بدم، شاید برای آگاهی شما هم خوبه. ببینید عزیزان، با پوزش از همه عزیزانی که روی خط هستن، اینو دارم برای چه طرفداران پادشاهی میگم، چه حتی طرفداران جمهوری دموکراتیک که این واقعیت ها رو نمیدونن، چون درون کشور ناآگاهی ها فراوون هست. ببینید، هم خود شاهزاده رضا پهلوی هم طرفداران ایشون اعتقاد به پادشاهی پارلمانی دارند. یعنی چی؟ یعنی پادشاه به عنوان یک سمبل هست و تشریفات در یک نظامی که اسمش پادشاهی برای حفظ تمامیت ارضی و حفظ هویت اون ملت.
ما این رو در کشورهای پادشاهی که امروز پادشاهی درش هست رو میبینیم. کما اینکه خود شاهزاده رضا پهلوی بارها در رابطه با این مسئله صحبت کرده، گفته فرقی بین جمهوری و پادشاهی پارلمانی نیست. به فرض عربستان هم پادشاهیه، ولی آیا دموکراتیکه یا مثلا جاهای دیگه؟ حالا کاری ندارم، اینا رو صحبت رو از خود ایشون هم شنیدید. اما من چی دارم میگم؟ من بارها براتون صحبت کردم که ایشون هویت هست نه قدرت. به چه معنی؟ من وقتی تاریخ سیاسیمون نگاه میکنم میبینم دیگه قدرتمندتر از شاهنشاه آریامهر ما درون منطقه و درون کشور نداشتیم. جهان به یک نفر حمله کرد، تمام سیستم و مردم رو تجهیز کرد به این مسئله که آقا بیا به مرگ بر شاه برس و تو زندگی خوبی پیدا میکنی. یعنی تمام نیروها در جهان بر علیه یک نفر به پا خواست، محمد رضا شاه پهلوی، کسی که واقعا وطن پرست بود، کسی که زندگیش رو برای ایران گذاشت و حاضر نبود یک خون از دماغ کسی بریزه. ولی شکست خورد و ما کشور رو از دست دادیم. وقتی مراجعه میکنی به تاریخ میبینی خب اون سنت پادشاهی که به اون شکل بود امروز دیگه نباید کار بکنه. حتی شما اگه عیسی مسیح رو بردارید بیارید بذارید پادشاه ایران بشه، چرا؟ اگه در بزنگاه‌های جهان تصمیم بگیره مجددا به یک نفر حرکت بکنه، یک کشور میتونه نابود بشه. پس باید چیکار کرد؟ باید اون سنت پادشاهی رو نگه داشت اما پارلمانیش کرد که پادشاه حفظ تمامیت ارضی رو براش مطرح باشه، یعنی جای تا جای ایران بره با مردم صحبت بکنه، مردم در گروه‌های مختلف، در نظام، در ایدئولوژی‌های مختلف، در مذاهب مختلف، طرفدار هر کدوم که هستن باشون بنشینه بلند شه. قدرت اجرایی درون کشور نداره، یعنی نمیتونه نخست وزیر انتخاب بکنه، نمیتونه نماینده انتخاب بکنه، هیچی. چرا؟ قدرت دولتی و اجرایی نخواهد داشت، فقط تشریفاته. اون هویت حفظ میشه. این تجربه است که بعد از سالها در قرن 21 و 20 برای کشورهای پیشرفته و امروز برای کشورهای جهان در نظر گرفته میشه، به خصوص برای کشور ما، چون ما نظام پادشاهی داشتیم. بعضی میان به پادشاهی بد و بیرا میگن، بعضیا به خاطر حکومت اسلامی به حکومت به نظام جمهوری بد و بیرا میگن، در صورتی که هر دو اینا اشتباهه. ما تاریخمون نظام پادشاهی بوده، اون از دیدگاه من باید حفظش بکنیم. از دیدگاه من شاهزاده رضا پهلوی شاه ایران هست، اما شاه تشریفاتی، همونطور که در تمام کشورها بوده و هست، که حتی در فردای ایران اگر مردم بعد آزادی به پادشاهی رأی بدهند، ایشون پادشاهی پارلمانی خواهد بود که قدرت اجرایی درون کشور نخواهد داشت و فقط پارلمان این مملکت هست، مثل انگلستان، مثل سایر کشورهایی که پادشاهی از تشریف ببرید. ببینید شما در سوئد اگه زندگی بکنید، پادشاهش با ملکش میاد با دوچرخه از بغل مردم رد میشه، با همه دست میده، کافی هم میخوره. چرا؟ مردم به فرض نارضایتی های اجتماعی و یا سیاسی که دارن بر پایه اشتباهات پادشاه نمیبینن، اون رو بهش احترام میگذارند. مثل نوروز، مثل چهارشنبه سوری، هر چقدر تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد. اینها 37 سال که این ور بقیهش هم همونطور به پادشاهی توهین کردن، دروغ گفتن، ناسزا گفتن، هر چه که از دهنشون در اومد راجع به تاریخ ما، تمدن ما گفتن. کار به جایی رسید که خلقالی اومد بره تخت جمشید رو با خاک یکسان بکنه و مردم شیراز جلوش رو گرفتند و نذاشتن که آقا چرا با دستاوردهای پدر و مادران ما در افتادی؟ تو میخوای به فرض آزادی برای ما بیاری، استقلال میخوای بیاری، دستاورد پدر مادرم هم داری خاک میکنی. خب اینجاست که مردم نباید اشتباه بکنن. شاهزاده رضا پهلوی هویته، قدرت نیست، نبایدم باشه، مگر اینکه خود تشخیص ایشون باشه، بیاد بگه آقا من نمیخوام پادشاه باشم، من میخوام به عنوان یک شهروند در آینده بتونم فعالیت سیاسیمو امروز ادامه بدم، در فردای ایران مردم اگر به جمهوری رای دادن من بتونم بشم ریاست جمهور. اون فرق میکنه، ولی ایشون هنوز وضعیتش رو مشخص نکرده با مردم. ما هنوز نمیدونیم که ایشون به کدام سمت کشیده شدن و مایل هستن که امروز صحبت بکنن. ایشون آوردن در سطح رئیس شورا
و دارن صحبت میکنن و بعد ازشون میخوان که دو. من بارها به رفقای نزدیکم هم گفتم، بعضیا شکیبا بعضیا بیشکیب، ولی واقعیت ها رو دارم میگم به خاطر اینکه به ایران فکر میکنم، میخوام به پیروزی برسم به عنوان یک مربی که تو این کار پوست انداخته، میخوام به پیروزی برسم. نمیخوام دیگه هیچ دختری هیچ پسری در ایران حقش خورده بشه، هیچ کدوم از هموطنانم در جای جای کشورم به خاطر نبود این قانون اساسی بر پایه حقوق بشر در ضعف اقتصادی، در ضعف اجتماعی، در ضعف سیاسی زندگی بکنن. و برای رسیدن به ایرانی آزاد و مستقل مجبورم واقعیت‌ها رو بگم. از هیچ کس و هیچ چیزم نمی‌ترسم، بلکه سرافرازم که واقعیت رو دارم میگم، تشخیصش و تعیینش با شما ملت. شاهزاده رضا پهلوی هویت است نه قدرت، ولی اومدن سعی کردن که از ایشون در قدرت استفاده بکنن، که کار بسیار از دیدگاه من، مگر اینکه ایشون از پادشاهی استعفا بده، از ایشون استفاده بکنن در قدرت که همه چیزو خراب بکنن، دوباره برش گردونن به همون دوران که باز به یک نفر حمله بشه، همه چیز فروکش بکنه، ایرانی هم هیچ موقع دست به آزادی، هیچ موقع به همبستگی، هیچ موقع به استقلال کشور دست پیدا نکنه. پادشاهی پارلمانی امروز که از خود شاهزاده رضا پهلوی قبولش داره و بابتش ایستاده، تا کشورهای دیگر برید مطالعه بکنید، پادشاهیش قدرتی نداره، قدرت اجرایی نداره، نمیتونه در سیاست دخالت بکنه. ما اگر یه چیزو میگیم حداقل باید بشنویم. حرف من این بوده و هست، من بارها از ایشون بارها و بارها، چه خصوصا چه شخصا چه ایستادم صحبت کردم، دعوتی که از ایشون کردم پذیرفتن در لس آنجلس، از ایشون هم بسیار سپاسگزارم، مسئولیتش همش به عهده من بود و بعد چند تن از دوستانم کارو به نحو احسن انجام دادن، اون چیزی که در توانم بود. و همیشه خواستم برادر من، شما پادشاه قانونی کشور هستید، بر سر جاتون بیستید. نظر شخصی من هست، بر سر موضع خودتون بیستید. انتخاب پادشاهی آینده رو به رأی مردم بگذارید. اگر ما به فکر آزادی ایران هستیم، اگر به فکر آریامهر هستیم، اگر میخوایم کارهایی رو که رضا شاه انجام داد تا به امروز از بین نره. نظر شخصی من بوده و هست، واقعیت ها رو دارم میگم. میدونم بعضیا خوششون نمیاد، بعد تلفن رو ورم دارن آقا این میخواد فلان بکنه، اینا رو بذارید کنار، اونها طرفداران حکومت اسلامی هستن در قیافه نظام پادشاهی و جاوید شاه میان جلو. من واقعیت پادشاهی رو دارم خدمتتون عرض میکنم و هویت ایشون رو، ایرانم رو دوست دارم، در کمال احترام به ایشون و به عین برادرم. ولی برادر میتونه اشتباه بکنه، از دیدگاه من ایشون اشتباهی سیاسی داره میکنه و همچنین تاریخی، یعنی هم در سیاست اشتباه میکنه هم در تاریخ. ایشون پشت هویتشون به صورت مشخص نمیستند. آقا پادشاه قانونی کشور هستید تو همین ثانیه که من دارم با شما صحبت میکنم، ولی مردم ایران پادشاهی پارلمانی میخوان که شما قدرت اجرایی نداشته باشید. شما از هویتتون استفاده بکنید، تمام سیاسیون رو که شمشیر رو از رو اصلا در کنار هم قرار بدید که ما کمر حکومت اسلامی رو دو دقیقه‌ای بزنیم. شما فقط نقش تشریفات داشته باش، ولی مگه این شد؟ از من خواستن که در شورا شرکت بکنم، رفتم در تلویزیون اندیشه، حتی با اینکه نارضایتی داشتم از کسانی که برگزار کننده بودن، از کسانی که این کار رو به دست گرفته بودن، چون هدفش اصلا به طور کلی اشتباه بود. یک برگزار کننده نمیتونه بیاد خودش هم در مسابقه شرکت بکنه، در هیچ کجای جهان وجود نداره. شما ببینید به فرض بازی المپیک، اون کسی که داور بیاد خودش شرکت بکنه، از این ور سوت بزنه، اون ور لخش بشه و کشتی بگیره، از اون ور بره بشینه اون بالا تو کامپیوتر وارد کنه کی برده کی باخته، بعد دو مرتبه مسابقه بعدی خودش، غیر ممکنه. ولی این انجام شد، این نادرست بود انجام شد، از پایه نادرست یکی پس از دیگری انجام شد اومد بالا. و من آدمی نیستم که بخوام کار نادرستی رو ادامه بدم، برابرش میستم، چون کشورم مطرحه. برای شاهزاده رضا پهلوی احترام بسیار قائل بوده و هستم، هویت کشورمه، باید حفظش بکنم. چگونه میتونم حفظش بکنم؟ به شما آگاهی بدم و همچنین به ایشون و به بقیه. اگر نمیدونن هیچ مشکلی نیست، اگر کسی نمیدونه، ندانستن گناه نیست، دانستن و انجام دادنش گناهه. اگر ما به دنبال پادشاهی پارلمانی هستیم، ایشون نقش تشریفاتو دارن، نقش تشریفاتو داشته باشند، ولی نه به عنوان یک فعال سیاسی که ایشون رو درآوردند. اگه میخوان فعالیت سیاسی بکنن نمیتونن پادشاه باشند.
از هم جداست، دو نقش متفاوته. اگر کسانی هستن که مدعی هستن دیبیتی بگذارن، من شرکت میکنم، خود ایشون تشریف بیارن، من در خدمت ایشون بوده و هستم، من در خدمت ایرانم هم. من یک شهروند ایرانی هستم، یک کارگر ایرانی بوده و هستم، مدعی آزادی کشورم هم. با افتخار، نه با ترس. اشتباهاتی است در اپوزیسیون که باید انجام به هر چه سریعتر شکل درست بهش بگیره. افراد باید سر جای خودشون بایستند، هر کسی سر جای خودش بایسته. همه رو وقتی با هم قاطی میکنیم میشه 37 سال شکست اپوزیسیون که هنوز نتونستیم یک آلترناتیو درست کنیم. ایشون باید نقش تشریفات رو داشته باشن، اگه پادشاه پارلمانی کشور من هستند نقش تشریفات رو به عهده بگیرند. تشریفات ایشون نمیتونن در سیاست شرکتی بکنن اگر پادشاه هستند. اون موقع میشه قدرت. اون موقع است که تیرها همه به سمت ایشون پخش میشه و بعد ما شکست میخوریم. همونطور که هر زمانی ما آمدیم صحبت بکنیم همه یکی پس از دیگری حذف شدیم به حساب این که آقا تا زمانی که شاهزاده است این چی میگه، در صورتی که اینها باید توضیح داده بشه. در یک نظام پادشاهی پارلمانی پادشاه تشریفات است، قدرتی در کشور ندارد، نه در مجلسین، نه در دولت، نه در ارتش، نه در دادگستری که نامه بده آقا این یکی رو عفو بکنید، این یکی فلان، هیچی. باید سعی و کوشش انجام بده که تمامیت ارضی رو حفظ بکنه، سر تا سر کشور بره، از هویت ملی، از تاریخ ما برای هموطنانش سخن بگه و همه رو همبسته بکنه، تمام گروه ها رو. یعنی حتی با اون کسی که اعتقادات کمونیستی داره بره بشینه بگه عزیزم نظرت اینه، هیچ مشکلی نیست، سازمان ها، نهاد ها، جنبش ها، همه بره صحبت بکنه، بنشینه، اختصاص به یک نفر، یک رسانه، یک هیچ، اختصاص به همه داره. و وقتی که من این چیزها رو میبینم خودم رو از صف میکشم بیرون، کار درستم رو انجام میدم. چرا؟ به دلیل اینکه اعتقاد دارم کار درست شاید در کوتاه مدت به خاطر نداشتن آگاهی مردم جواب نده، اما در دراز مدت تاریخ ثابت خواهد کرد که کی چی داره میگه، کجا ایستاده بود. از همین رو هستش کمپین خودم رو به راه انداختم از 2 هفته پیش با تمام مشکلاتی که جناب وطن خواه در این رسانه داره، با تمامی که مشکلاتی که براش به وجود آوردن، هر روز صحبت میکنه از این مسئله که امکان داره تلویزیون بسته بشه، بعضیا از آب گلالود ماهی میان میگیرن، میگن آقا چرا نمیدونم شمیرانی اومد راجع به این مسائل صحبت کرد و فلان. مشکلات یکی دوتا نداریم ما. اگر تو این صحنه ای باشید که من هستم، باور داشته باشید که سرتون میجوشه، ولی باید ایستاد، باید ایستاد و خط درست رو به مردم نشون داد. فرق نمیکنه این مردم برادرتن، خواهرتن، مادرتن، پدرتن، رفیقتن، همه رو دوست دارم، ولی از همه خواهش کردم در این جنگ که میبایست امروز کلاسیک انجام بشه، هر کس بر سر جای خودش بایسته. من به جنگ رفتم و میدونم چگونه باید افراد رو تجهیز کرد، هر کسی رو سر کار خودش گذاشت. این کار، این مدیریت رو دارم، قدرتش هم دارم، قدرت بیانش دارم، قدرت استعداد فکریش هم دارم، میتونم. در یک ارتش اگر به موفقیت دست پیدا میکنه، ارتش پراکنده هیچ موقع موفق نمیشه. ارتشی که به موفقیت دست پیدا میکنه، همونطور که ما خرمشهر رو تونستیم به دست بگیریم، رأس فرماندهی در رأس ارتش بود، حرکت های کلاسیک رو انجام داد و ما به پیروزی رسیدیم، خرمشهر رو تونستیم بگیریم. اگر نظریه بهشتی در دفتر حزب جمهوری که اومده بود میگفت آقا این ارتش از اونجایی که سرود شاهنشاهی براش خونده، از اونجایی که نظام پادشاهی قسم خورده، اینها با ما موافقت نخواهند کرد و در همون روزهای اول مملکت رو به صدام حسین واگذار میکنن، ما باید طرح جنگ چریکی رو داشته باشیم، در همون روزهای اول ما در حزب جمهوری اسلامی اگر به تصویب میرسید نظریه بهشتی و مجددا سران ارتش کنار گذاشته میشدن و با هدایت بنی صدر که هیچ چیزی نمیدونست از ارتش،
و نظامیگری، ما مملکت رو باخته بودیم به صدام. امروز شما همه باید با کلام عربی صحبت میکردید، سخن نمیگفتید. این واقعیت هست. امیدوارم انرژی داشته باشم تا بتونم ادامه این راه رو با شما باشم، چون سختی های فراوان میکشم، نامهربانی های فراوان میبینم، اما چون از اونجایی که تاریخ کشورم رو خوندم، از اونجایی که میدونم همیشه یک افشینی هست که بزنت زمین، از اونجایی که همیشه میدونم یه نفر هستش، یک سلمان فارسی پیدا میشه که از پشت خنجر بزنه، آمادگی همه این چیزها رو داشته و دارم. ولی تا آخرین نفس آخرین آگاهی ها رو به شما میدم که بدونید کجا قرار گرفتید.